نه به دیروز نه به امروز، یکی تو قبره یکی تو زندون. حاجی نورتن سگ و گربه های زخمیرم همینطوری ول نمی کرد. به نظرم ربطی به این چیزا نداره. نمیدونم، شاید اونم یه کاری کرده و دستشو. مثلا آقا فیزی چه کاری کرده؟ هیچی، من چیزه بگو دیگه جانان. برنا خانم، ما خیلی گیج شدیم، این دخترم نمیفهمه چی میگه. آقا صبری، من با شما حرف نزدم، طرف صحبتم جانانه. در ضمن چرا اینجا نشستین؟ دارین استراحت میکنین؟ نه نه، آخه عزادار بودیم، برای همین. ما هم عزاداریم، اما به فکر کارمونم هستیم. درسته، مردم برای تسلیت میان. میدونی کسی یک کاسه سوپ نمیاره خونه ی آتامان؟ درسته. کی قراره جلوی مهمون غذا بذاره؟ ها؟ میخوای من بذارم؟ استغفر الله، مگه میشه خانم؟ عزیزم، تو از حالا بدون فکر صحبت نکن باشه؟ چشم. لباسا رو گذاشتم روی تخت و توشون کن. چشم برنا خانم. برو. خدا نورتن خانم از زندان نجات بده. ایشالله همیشه پیشمون باشه. عشقم، اصلا خوب نیستم، خیلی سخته، واقعا سخته. ماما نورتن چه کار کرده؟ چرا این کارو کرده؟ مادرم قاتل نیست برنا، امکان نداره. میدونم عشقم، معلومه، اما یعنی هیچی نگفت؟ نتونستم باهاش حرف بزنم، یه کلمم حرف نزد، هیچی نمیگه. اما ساکت موندنم خوب نیست، کاش یه چیزی بگه. اصلا نمیدونم باید به چی فکر کنم برنا. انگار برای یکی دیگه اتفاق افتاده و از بیرون شاهده این جریانم برنا. اوه، اصلا طاقت ندارم، کاش میتونستم کنارت باشم، اما خب یکی باید مراقب خونه باشه. من الان چطوری به الا بگم؟ برگشتم به اون بچه گفتم بابا سکته کرده، الان داره با این امید میاد اینجا، چطوری بهش بگم؟ بذار کلیچ بهش بگه، ناراحت نباش. نمیتونم بیام خونه، نمیتونم برم با مامانم حرف بزنم، یکم دیگه باید همون بیمارستانی باشم که بابا هست. این آدم تا دیروز سالم بود، چطور تو صورتش نگاه کنم؟ خیلی دلشو شکستم، مگه نه؟ خیلی دلشو شکستم. آخه چرا مرد برنو؟ واقعا حق داری، چی بگم آخه؟ نریز تو خودت، گریه کن. الان خیلی بهش احتیاج دارم. هیچ وقت تنهام نمیذاری نه؟ چرت نگو عزیزم، معلومه. اگه کار مامانم باشه چی؟ اصلا امکانش هست؟ سلام علیکم. علیکم سلام. حتما میتونیم بریم ببینیمش. باشه، واقعا ازتون خواهش میکنم. دایی جو چه خبر دخترم؟ هیچی، کاری از دستمون بر نمیاد. اول قاضی کشیک دادگاهیش میکنه، بعدم میبرنش زندان. البته اگه هیچی نگه، هرچی دادگاهش عقب بیفته براش بهتر. چنانچه اونم همین الان رفت بیمارستان. قبلش هماهنگ کردم خاله نورتن رو ببینم. بهش حرفی هم زد؟ نه، اما خودم الان میرم پیشش، بهت خبر میدم. باشه. بیچه خانوم، تشریف بیاریم. خیلی ممنون. خواهش میکنم.
چیزی نمیخوای، چیزی لازم نداری خاله نورتن. خاله نورتن، میدونم وکالت نامم رو امضا نکردی، اما میدونستم لازم میشه. چه بخوای چه نخوای دولت یه وکیل برات میذاره، حتی اگه جرمت ثابت شده باشه. خاله نورتن، به همون بگو چی شده. اینطوری ساکت موندن چیزی رو عوض نمی کنه. خاله نورتن، بگو چه اتفاقی افتاده. خاله نورتن، اینطوری ساکت موندن فقط جرمتو ثابت میکنه. خاله نورتن، چیو مخفی میکنی خاله نورتن؟ نمیتونی تا ابد مخفیش کنی که.